دوستان عزیز سلام. امروز صبح در شبکه‌های اجتماعی ویدئوی دست به دست می‌شد مبنی بر اینکه با استفاده از هوای گرم سشوار می‌تونیم ویروس‌های داخل بینی رو از بین ببریم. سیستم‌های حفاظتی داخل بینی ما و سینوس ما شامل بر چند قسمته. موکوسی که در داخل بینی و سینوس ما ترشح میشه باعث میشه که پارتیکل‌هایی که تو هوا هستن گیر بیفتن. این پارتیکل ها میتونن ویروس، باکتری، قارچ یا ذرات دود و گرد و غبار اینجور چی میسا باشن. موجک هایی که در داخل بینی ما هستن و سینوس ما و راه تنفسی ما باعث میشن که این مخاطی که مکوسی که روی مخاط ما قرار داره به سمت خلف، به سمت پشت بینی ما حرکت بکنن و ما این ترشحات رو در طول روز ببلعیم و این ترشحات وارد بینی و سینوس و قسمت های تنفسی تحتانی ما نشه. یک شبکه غنی مویرگی در داخل بینی و سینوس ما قرار داره که باعث میشه هوایی که وارد بینی ما میشه اگر سرد باشه گرم بشه و درجه حرارت مطلوب بدن برسه و موکوسی که باز داخل بینی ما هست باعث میشه که اگر هوای خیلی گرم تنفس بکنیم با تبخیر شدن درجه حرارت اون هوا رو کم بکنه و هوایی که داخل آلبول ها و ریه ما میرسه هوای مناسبی باشه برای تنفس. بنابراین این که ما یک سشوار رو هوای گرم یک سشوار رو تنفس بکنیم هیچ تضمینی نیست برای اینکه هوایی که کاملا در داخل بینی و سینوس ماست همون درجه حرارتی رو داره که از دهانه سشوار داره خارج میشه. مورد دوم این که صحبت شده از اینکه این ویروس از بین میره. خب این ویروس تا وقتی وارد سلول نشده ممکنه در اثر حرارت خیلی زیاد اون هوایی که داغی که ما تنفس میکنیم از بین بره. اما مشکل ما رو اون ویروس هایی درست میکنن که وارد سلول شدن. اگر ویروس وارد سلول بینی و سینوس ما و تنفس ما شده باشه دیگه فایده ای نداره و ما هر چقدر هم هوا رو گرم بکنیم فقط و فقط با کشتن اون سلول درگیر میتونیم این ویروس رو از بین بریم یا اینکه سیستم ایمنی ما این کار رو بکنه. بنابراین عملا این کار فایده ای نخواهد داشت. موردی که من دوست دارم دوستان ما حتما لطف بکنن و بهش توجه بکنن اینه که ببینید انواع اقسام فیلم ها، وایس ها، تصاویر، نوشته های مختلفی در حال حاضر تو شبکه های اجتماعی داره دست به دست میشه. افراد مختلف نظرات خودشون رو دارن اعلام میکنن. در درجه اول ببینید که سورس این نظرات، منبعی که این نظرات از اونها داره میاد بیرون کی هست، چی هست، کجا هست. همه این منابع قابل اعتماد نیستن. سعی کنید منابعی که داره به دستتون میرسه از منابع قابل اعتماد باشه. منابعی مثل سازمان WHO، مثل کمیته مبارزه با کرونا، کمیته سراسری مبارزه با کرونا، اساتید دانشگاه هایی که معتبر هستن. این ویدئویی که الان اومده بود، خب ما میدونیم از یک فردی بوده که درجه دکترا داشته اما درجه دکتراش اصلا در طب نیست، در پزشکی نیست. مورد بعدی این که هر چیزی که نوشته میشه باید پشتوانه علمی مناسب داشته باشه. در حال حاضر پشتوانه علمی مناسب برای مقالات علمی که توی رشته پزشکی بیرون میان کلینیکال ترایال های مختلف هستن. حالا ممکنه در طول ماهای آینده، روزهای آینده گروهی بیان این مسئله و این مسئله سشوار و هوای گرم رو آزمایش بکنن، کلینیکال ترایال بکنن و اثبات بشه. اما در حال حاضر با توجه به دلایلی که من آوردم برای شما به نظر نمیرسه منطقی باشه که این کار انجام بشه و من توصیه من اینه که این کار رو فعلا انجام ندید، چون ممکنه باعث سوختگی بشه، سوختگی تنفسی، سوختگی پوست بینی و صورت و چشم ها بشه و دردسرهای ناشی از اون رو هم دوباره به کادر درمان تحمیل بکنه. از شما خواهش میکنم مواردی رو که در حال حاضر توسط همگان داره توصیه میشه، یعنی اینکه محافظت فردی، ایزولاسیون فردی رو رعایت بکنید، مواردی که از منابع معتبر به دست شما میرسه رو رعایت بکنید و در مورد بقیه مواردی که میشنوید، میبینید یا توصیه میشه فکر بکنید، تحقیق بکنید و بعد در موردش تصمیم بگیرید که به اون عمل بکنید یا خیر. سالم باشید و مواظب ویروس کرونا هم باشید. خدا نگهدار.